سلام، من هانیم، به اتاق 13 هم خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 هم خوش اومدید. پرونده‌ای که امروز می‌خوایم بررسی کنیم یکی از پرونده‌های حل نشده در تاریخ آمریکاست که در اون 4 تا دختر به وحشیانه‌ترین شکل ممکن به قتل می‌رسن. و خب شخصیت زیاد داره این داستان، امیدوارم گیج کننده نباشه و اینکه بریم شروع کنیم. داستان ما از 6 دسامبر سال 1991 شروع میشه. یه جمعه ابری بود که جنیفر 17 ساله تصمیم داشت بره خونه دوست پسرش و یه چند ساعتی رو پیش اون بمونه و با هم حسابی خوش بگذرونن. ظاهراً دوست پسر جنیفر یکی از اعضای خانوادش رو از دست داده بود و چند روزی مدرسه نیومده بود. حدوداً ساعت 7 بعد از ظهر بود که جنیفر از خونه دوست پسرش بیرون اومد، رفت خونه که لباس کارهاشو بپوشه و بره سر شیفتش. اون در یک ماست فروشی کار میکرد، جایی که میتونست به طور واقعی بدون اینکه هیچ ناظری وجود داشته باشه کار کنه. جنیفر قرار بود که قبل از اینکه بره سر کارش، خواهرش سارا که 15 سالش بود و بهترین دوست سارا امی که 13 سالش بود رو بذاره توی پاساژی که تقریبا 700 متر تا محل کار جنیفر فاصله داشت. معمولا آخر هفته این پاساژ پر بود از دختر پسرای جوان که اومده بودن پاساژ گردی. این اولین بار بود که امی و سارا با هم تنهایی میرفتن پاساژ گردی. قبلنا یا همراه پدر و مادرشون میرفتن یا خواهر برادرای بزرگترشون. اون شب امی از خانوادش اجازه گرفته بود که شب رو خونه سارا بمونه. جنیفر هم بعد از اینکه دخترها رو گذاشت دم پاساژ برگشت که بره سر کارش، چون شیفتش از ساعت 8 شب شروع می شد. اون شب توی ماست فروشی یه کارمند دیگه هم وجود داشت به اسم الیسا. الیسا هم مثل جنیفر 17 سالش بود. اون شب دخترها تنها بودن و مسئول این بودن که در مغازه رو ببندن و مغازه رو تعطیل کنن. از اینجا به بعد داستان رو ما بر اساس شاهدهای عینی روایت میکنیم، چون دقیق نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. ما میدونیم که یه خانومی در حدود ساعت 8:30 تا 8:30 اومده مغازه ماست فروشی تا یکم ماست بخره. ظاهرا شوهرش تازه عمل کرده بوده. اون میگه من وقتی وارد مغازه شدم دو تا پسر رو دیدم که تنها مشتری های اون مغازه بودن. میگه لباس های مرتبی تنشون بود، ولی چون این منطقه یه ذره مرفه نشین تره لباسشون شبیه لباس های گنگسترا بود. میگه موهای نامرتبی داشتن، موهاشون بلند بود و شبیه اسپانیایی ها بودن، ولی مطمئن نبود از اینکه اسپانیایی بودن. میگه یه پلاستیکی وسط میز بود و اونا داشتن داخلش رو نگاه میکردن. میگه فکر میکنم که تیله بود، چیزای گردی بود، ولی خب میگه به ازشون حس خوبی نمیگرفتم. بعدش در حدود ساعت 9:30 جنیفر ظاهرن یه استراحتی به خودش میده و میره که دختران رو از دم پاساژ برداره و بیاره مغازه. سر راه یه دونه پیتزا هم میگیره و میان. شاهدا گفتن ما دیدیمشون که دارن پیتزا میخورن و با هم صحبت میکنن و میخندن. بعدش همون موقع ها مادر الیسا میاد به مغازه. تقریبا در ساعت 9:30 بود که مادر الیسا به ماست فروشی اومد. اونا روتینشون بود هر وقت که دخترها اونجا شیفت بودن والدینشون میومدن ازشون یه سری میزدن و مطمئنشن حالشون خوبه، اوضاع رو به راه، مشکلی پیش نمیاد. مادر الیسا هم اون شب همین کارو کرد. یه چند دقیقه اونجا مونده که با دخترها حرف زد، ماست خرید، بعدم اونجا رو ترک کرد. مشتری بعدی که اومد که به عنوان شاهد در نظر گرفتنش یه آقاییه که میگه من در حدود ساعت 10 اونجا اومدم. این آقا قبلا پلیس بوده و الان به عنوان نیروی امنیتی برای شرکت ها کار میکنه. میگه که من وقتی داخل مغازه شدم دو تا زوج مختلف رو دیدم که جاهای مختلف نشسته بودن و یه پسر عجیب و غریب هم دیدم که توی اون گرما یه کت ضخیم سبز پوشیده بود. رفتار عجیب و غریبی داشت، با صورتش خیلی ور میرفت. بعد هم یه نوشابه سفارش داد و نوشابه رو با خودش برد داخل دستشویی و خب من برام سوال شده بود که این چرا این رفتار داره. با این حال اونجا رو ترک میکنه.
شاهد بعدی ما که در حدود ساعت 10:45 وارد مغازه شدن آخرین شاهدها بودن. اونا میگن که ما وقتی وارد فروشگاه شدیم دو تا پسر رو دیدیم که نشستن. قیافه هاشون رو نمیتونستیم ببینیم چون ظاهرن خودشون رو پنهون کرده بودن. فقط گفتن یکیشون خیلی درشت بوده، یکیشون لاغرتر بوده. خب دقتم نکردن، لزومی نداشته. و در حدود ساعت 10:47 اونجا رو ترک کردن. فروشگاه ماست هر شب ساعت 11 بسته می شد. همونطوری که بهتون گفتم آخرین شاهدای ما و آخرین مشتری های فروشگاه که ثبت شده که چیزی خریدن همون زوج شاهد بودن که 10:47 خارج شدن. اونا میگن که ما یکی از دخترایی که اونجا بود رو دیدیم که داره میزا رو تمیز میکنه و صندلی ها رو میذاره روی میزها، در صورتی که بعدن گزارش شد اون دوتا صندلی که اون دوتا پسر نشسته بودن بالای میز دیگه نبوده. یعنی نشون میده که اونا زارب بودن. آره دیگه، تا آخر امی اونجا بودن. دقیقا تا آخر اونجا بودن. شاهدها امی و سارا رو ندیدن. ظاهرا امی و سارا در قسمت عقب و در آشپزخونه فروشگاه بودن چون که جعبه پیتزا هم همونجا پیدا شد. از نیمه شب گذشته بود ولی دخترها هنوز بر نگشته بودن خونه و خانوادهشون هم نگران نشده بود چرا که اونا خوک و بره پرورش میدادن و معمولا روزی دو بار بهشون سر میزدن و خانوادهشون فکر میکردن که اونا الان پیش حیواناشونن. در حدود ساعت 11:47 یه افسر جوون که اون شب شیفت بود و مشغول گشت زنی بود متوجه دود داخل فروشگاه ماست شد. بلا فاصله به آتش نشانی خبر داد و اونها هم اومدن. ظاهراً قسمت انتهایی فروشگاه آتیش گرفته بود و خب گفتن که زیاد آتیش شدیدی نیست، جای نگران نیست، به بقیه جا هم سرایت نمی کنه. آتش نشان ها شروع کردن با شلنگای آب پرفشار آب گرفتن به انتهای مغازه تا آتیش رو مهار کنن. اتفاقا اون شب اتفاق خاصی نیفتاده بود و حدوداً 50 آتش نشان اومده بودن. بعد از اینکه آتیش رو مهار کردن یکی از آتش نشان ها یه چیزی دید. به اون یکی دیگه گفت اون پاه. وقتی به اولین کارگاه زنگ زدن بهش گفتن که ما 2 جسد پیدا کردیم. بعد دوباره زنگ زدن گفتن نه 3 هم. بعد دوباره زنگ زدن گفتن نه 4 هم. اون چیزی که آتش نشان روایت کرد برای کارگاه این بود که دخترها رو مثل چوب روی همدیگه گذاشتن و آتیششون زدن جایی نزدیک به در پشتی فروشگاه. جسد سارا و الیسا روی همدیگه قرار داشت و جنیفر کنار اونا افتاده بود. امی هم چند متر دورتر از اونا بود. دخترها برهنه بودن، دستاشون از پشت بسته شده بود و به سبک اعدام از پشت سر، یعنی اینجا، بهشون شلیک کرده بودن. برخلاف بقیه همونطوری که بهتون گفتم امی از صحنه دور شده بوده. دستاش همونطوری بسته بوده، دهانش هم بسته بوده، بهش شلیک شده ولی 2 بهش شلیک شده. 25-30% سوختگی داشته و آتش نشانا میگفتن اون لحظات اولی که ما رسیدیم امی هنوز زنده بوده ولی بعد از چند دقیقه متاسفانه فوت میکنه. از این شب به عنوان شبی که معصومیت از بین رفته یاد میکنن. تحقیقات مشخص شد که حمله با دزدی شروع شده.
اگه به خاطر داشته باشین آخرین مشتری هایی که وارد شدن یه زوج جوان بودن که گفتن دو نفر دیگه داخل فروشگاه بودن، یعنی الان اونا باید پول میدادن بابت اون چیزی که خریده بودن، ولی دستگاه صندوق نشون میداد که یه معامله بدون فروش اتفاق افتاده، یعنی یه نفر معامله رو لغو کرده یا کلید بدون فروش رو زده که فقط در صندوق باز بشه و هر چقدر پول که بوده، یعنی چیز حدود 540 دلار رو برداشتن و رفتن. ما میدونیم که 40 دقیقه زاربین داخل مغازه بودن تا آثار جرم خودشون رو پاک کنن. اونا بعد از اینکه به دخترها تجاوز میکنن، ما حداقل میتونیم به یکی از دخترها تجاوز شده، چرا نمیتونیم به بقیه تجاوز شده؟ چون که آتش نشانا گفتن ما وقتی وارد مغازه شدیم، وارد اون قسمتی که آتیش گرفته شدیم، انقدر آتیش داغ بوده که دندونای دخترها در حال سوختن بوده و ما اینو به چشم دیدیم. جسدها ذوب شده بوده، کفه اونجا ریخته بوده، قوطی‌های رنگ آتیش گرفته، اون نردبون آلومینیومی که اونجا بوده آتیش گرفته و میگفتن که ما که اول نمیدونستیم اونجا جسدیه، ما انقدر آب رو با فشار گرفتیم که هر چقدر از جنایت با آتیش از بین رفته، بقیهش با آب از بین رفته، کلا دیگه صحنه جرم از بین رفته، دیگه صحنه جرمی علنا وجود نداشته. پلیس فهمید زاربین علاوه بر اینکه دخترها رو کشتن و به قتل رسوندن، برای اینکه صحنه جنایت رو به هم بریزن، روی بدن اونها شکلات و آب میوه و اینجور چیزا ریختن. البته ممکنه که به خاطر اینم بوده باشه که می‌خواستن مثلا کسی که قاتل بودن، به خاطر اینکه مریض بوده، آدم روانی بوده، احتمال اینجا شوخی رو کرده باشن، شاید بیمارگونه بوده، شاید شوخی بیمار، شاید لذت می‌بردن. اصلا به خاطر همین کاراشون هم بود که پلیس میگفت که ما احتمال میدیم که اینا تحت تاثیر مواد مخدر بودن، ولی خب ثابت نشده. بعد از اون انقدر عقلشون کار کرده که اومدن هر چقدر دستمال توی اون رستوران بوده، لیوانهای کاغذی، بشقابهای کاغذی رو آتش میگرفتن، برداشتن و دور دخترها چیدن. برای همین پلیس میگفت اینا تجربه قبلی داشتن توی آتش سوزی که تونستن همچین آتشی درست کنن. خرابکاری بودن، شاید هم قاتل بودن، دیگه کسی نمیدونه. و دخترها رو آتیش میزنن و پلیس میگه بر اساس شواهدی که وجود داره اینا از در پشتی مغازه فرار کردن. با وجود اینکه شدت سوختگی دخترها خیلی بالا بود، ولی پلیس متوجه شد که اسلحه‌ای که استفاده شده برای کشتن دخترها یک کالیبر 22 بوده برای 3 تا از دخترها. با اون به امی هم شلیک کردن، ولی با یه اسلحه دیگه هم به امی شلیک کردن. ظاهرن یه اسلحه با یه اسلحه به سرش شلیک کردن، با یکی دیگه به صورتش شلیک کردن. برای همین پلیس میگفت احتمالا زاربین بیشتر از دو نفر یا دو نفر بودن حداقل. مدیران رستوران اومدن یه جایزه 25,000 دلاری گذاشتن برای اینکه قاتل رو پیدا کنن، اما هیچ کس جلو نیومد. 8 روز پس از قتل پلیس یه نوجوان 16 ساله را به اسم موریس توی بازار دستگیر کرد با یک اسلحه کالیبر 22 غیر قانونی و دو جین گلوله. اون آوردنش اداره پلیس، باهاش مصاحبه کردن و گفت که آره من قتل‌ها رو انجام دادم، من و دوستام، من و فورست و رابرت و اسکات با هم قتل‌ها رو انجام دادیم و دخترها رو کشتیم، بعدش هم فرار کردیم. ولی اطلاعات خاصی از صحنه جنایت نمیداد. کسی که کشته باید اطلاعات دقیقی بده دیگه. آره اطلاعات کوچه بازاری بوده، یعنی همه میدونستن اونا رو. دقیقاً اطلاعات کوچه بازاری داده و پلیس گفته که نه این مظنون نیستش. از اون مهمتر اسلحه کالیبر 22ش، گلوله‌هاش با گلوله‌هایی که از بدن دخترها درآوردن مطابقت نداشته. برای همین گفتن که کار این نیست، این فقط یه بچه‌ایه که ترک تحصیل کرده، مشکلات روحی روانی داره و اومده صرفاً فقط یه بلوفی زده. همین اعتراف‌های دروغین سایه انداخته بود روی تحقیقات پلیس. پلیس میگفت ما بیشتر از 1000 تا تماس دریافت کردیم از کسایی که ادعا میکردن میدونن قاتلا کیه. مثلا یه نمونه اش دختر نوجوان بود که زنگ زده بود و میگفت من میدونم که دختر رو کشته، دوست پسر من کشته، من دیدمش.
بعدن فهمیدن این چون با دوست پسرش مشکل داشته اومده قتل رو بندازه گردن دوست پسرش، یا اینکه دو تا تبعه مکزیک که خلافکار بودن داخل آمریکا توی آستین بودن، اونا ادعا کرده بودن که دختره رو اونا کشتن و سعی داشته بودن که از اعدامشون جلوگیری کنن، ولی خب کاراگاهی که رفتن اونجا گفتن که چرت و پرت گفتن، هیچ اطلاعات دقیقی در مورد صحنه جنایت نداشتن. در همون زمانی که دخترها کشته شدن، یک قاتل زنجیره‌ای هم ظهور کرد که آدم میکشت، مثلا یک بار یک زن و شوهر و یک مرد دیگر رو به زور سوار ماشین کرده بود، به خانم تجاوز کرده بود و بعد هم هر سه رو با اسلحه کشته بود. من نمیخوام در مورد جنایت‌های مکداف حرف بزنم، ولی زمانی که میخواستن اعدامش کنن در سال 1998 ادعا کرد که اون دختره رو کشته، ولی خب به حرفش اهمیت ندادن، یعنی حتی اگه 1% هم راست میگفت اهمیت ندادن بهش و اعدامش کردن به دستور مستقیم جورج دبلیو بوش. حالا همه اینا به کنار، همین کسایی که الکی می اومدن می گفتن که ما کشتیم، که پلیس می گفت حدود 50 تا فقط قاتل گفتن که ما کشتیم دخترها رو، یعنی فکر کنم همشون با هم جیگی جا جمع شدن نار کشتن دیگه. هر کسی به خاطر اینکه مشهور بشن دیگه، خودشون معروف کنن، اگه اینستاگرام بود این کار رو نمی کردن. خلاصه ولی در کنار همه اینا یه سری کار دیگه هم پلیس می کرد، مثلا اعتراف اجباری گرفتن، انگار به دهنه کسایی که اونجا بودن که میخواستن مصاحبه بکنن حرف میذاشتن تو دهنشون، و خب این خیلی ایراد بزرگیه، چون اطلاعاتی که باید سری بمونه که فقط پلیس میدونه و قاتل، کم کم داشت عمومی میشد و همه داشتن در مورد اینا حرف میزدن، کوچه بازاری میشد این اطلاعات. در ماهای بعد از قتل دخترها اومدن در سر تا سر شهر بیلبوردهایی نصب کردن و روش بزرگ نوشتن چه کسی این دخترها رو کشته، و هر جا که زنها و دخترها می رفتن رمبان سفید می بستن به امید اینکه قاتل دخترها پیدا شه. حتی در کنار اون 25,000 دلاری که فروشگاه ماست جایزه گذاشته بود، خودشون هم حدود 100,000 دلار جایزه گذاشتن، ولی هیچ کس جلو نمی اومد. شلختگی که وجود داشت خیلی زود باعث شد که پرونده به این مهمی سرد بشه. شما فکر کنین برای یه شهر 500,000 نفری فقط 6 تا کاراگاه وجود داشت، و خب این عملا خیلی کمه وقتی بخوای بهش فکر کنین. خانواده دختر رفتن از فروشگاه ماس شکایت کردن و خب شکایتشون هم گرفت، یه چیزی حدود 12 میلیون دلار پول گرفتن، ولی این پول رو خودشون خرج نکردن، اومدن یه مؤسسه زدن به اسم دخترها و به دخترهایی که کار پاره وقت انجام میدن، برای اینکه بتونن هزینه هاشون رو دریارن، کمک خرجشون باشه، مستقل بشن، آموزش میدادن که چیکار باید بکنن، چجوری رفتار کنن، و این پرونده دیگه سرد شد و بعدها اونا کلن از آستین نقل مکان کردن، چون خودشون گفته بودن دیگه تحمل اینو ندارن که اونجا بمونن، جایی که دختراشون به قتل رسیدن. 4 سال بعد از قتل دخترها یک کاراگاه جدید به پرونده اضافه شد و شروع کرد به تحقیق کردن. اون 1,200 مظنون داشت که باید اینا رو بررسی میکرد. خودش میگفت حدود 5,000 صفحه دستنویس وجود داره، 10,000 صفحه کامپیوتری وجود داره که داده های مربوط به پرونده نوشته شده، باید همه اینا رو میخوند و به یه نتیجه میرسید. همین خوندن ها هم باعث شد که 4 نفر رو دستگیر کنه. یکی از این افراد موریس بود. موریس در زمان قتل ها زیر 17 سال بود، ولی الان ازدواج کرده بود، توی یک کارگاه کار میکرد، یه دختر 7 ساله داشت. دوم مظنوم فورسته. اون وقتی که قتل اتفاق افتاد 15 سالش بود و کوچکترین بچه بین اون 4 تا بود. اون 2 سال بعد از اینکه قتل اتفاق افتاد دبیرستان رو رها کرد و ترک تحصیل کردش. اون وقتی که موقع دستگیریش بود یه کار کاسبی را انداخته بود، اون تعمیرات اتومبیل انجام میداد و وقتی هم که از زندون بیرون اومد کلن کارش از دست داده بود و دیگه هم نتونست بعد از اون کار پیدا کنه. مظنون بعدی ما رابرته.
رابرت در شیکاگو به دنیا اومده بود و در زمان قتل‌ها 17 سالش بود. اون زمانی که پدر و مادرش از هم جدا شدن فقط 1.5 سال داشت و بعدش هم با مادرش زندگی میکرد. اما در سال 1991 اومد پیش پدرش در آستین و اونجا بود، همون زمانی که قتل دخترها اتفاق افتاده بود. در زمان دستگیریش چند هفته قبل با یه زن 46 ساله که حدوداً 20 سال از خودش بزرگتر بود ازدواج کرد. متن بعدی ما اسکاته. مایکل جیمز اسکات که اسم کاملشه دانش آموز خوبی نبود. در زمان قتل‌ها 17 سالش بود. هیچ وقت نتونست به طور درست حسابی درس بخونه. همیشه از درس‌ها عقب می‌افتاد و مجبور بود که یک کلاس رو چند بار بگذرونه. اون هم مثل رابرت چند هفته قبل از دستگیریش ازدواج کرده بود. پس از بازداشت این 4 نفر پلیس شروع کرد به پرونده سازی. اما چرا پرونده سازی؟ چرا میگیم پرونده سازی؟ چون که هیچ مدرکی وجود نداشت. دی ان ای هایی که وجود داشت اصلا به اینا نمیخورد که ثابت کنه اینا مجرمن، یا اینکه هیچ مدرک فیزیکی وجود نداشت، هیچ شاهدی وجود نداشت که اینها رو دیده باشه. فقط به فقط بر پشتوانه اعترافاتی که کرده بودن اینها رو مجرم کردن. فکر کنید اعترافات موریس که در سن 16 سالگی گرفته بودن ازش رو به عنوان مدرک در نظر گرفتن، در صورتی که الان انکار میکرد، میگفت که آقا من چرت و پرت گفتم، ولم کنید. تحت فشار بود، تحت فشار هم دقیقاً. دو تا مصاحبه از رابرت و اسکات منتشر شده. بریم با هم ببینیم و شما خودتون قضاوت کنید که این اعتراف گیریه یا نیست. We want the truth, and you know what the truth is. You're having trouble with the memories and flashbacks. You know what happened. You're scared to tell us. I don't blame you. It's a horrible thing what you saw in there. Look, can I tell you all what I keep seeing in my head? Tell us what you see in your head. I keep seeing these girls get shot. Right. Tell us what that looks like. Tell us what you see specifically. How they're getting shot and who's shooting them. Come on, Mike. We're doing good. Tell us. Let's do this today. Let's do it. Seeing girls. I remember seeing them down. I remember one girl screaming, terrified. Okay. I don't know if this is real or not, or if this is... Michael, it's real. It's okay. You can present it to us any way you want, but it's real. Mike, look at me. You're remembering what happened, because you were inside there, right? I don't... You're remembering what happened. I don't honestly remember going in the building. If you were in the building, you went in there with them. I don't believe that, Michael. You don't remember going in there. And you know you were in there. Did you shoot any of those girls? No, sir. Then tell us what f***ing happened. What did those two brothers do to those girls? You want to live with this the rest of your f***ing life? No, I don't. Then get it out right now. They're f***ing you over. F*** them. They're the ones that shot the girls. Do it. What did you see happen? At some point, Maurice hands you his, that revolver. What does he say to you? Either shoot him or you're next. That's what he said. Because I didn't want to do it. Right. Either shoot him or you're next. What do you remember hearing then? I remember looking at this girl. I cry. I hear Robert saying, do it, do it. I hear the gun go off. I only pulled the trigger once. I turn around. Here's your stupid gun. What happened next, Mike? That brought back some memories, didn't it? I remember looking at the gun. You ever seen that gun before? I'm not positive. Does that look like a gun you've seen before? It looks like a gun I've seen before, but I'm not positive. Is that the gun you shot somebody with, Mike? I don't. Is that the gun you walked up behind somebody with and shot in the head? Is that the one? Talk to me, Mike. Yes, sir. You did that, didn't you? Yes, sir. We've been stopping some more doors, haven't we, Mike? Not really. You sure? Yes, sir. The problem is we gotta get what are our options? I cannot give you any more truth than I've already given. Where do we go from here? Why can't you? Because you're gonna dig yourself into that thing? Well, you're already there. You've already dug the hole. The hole's there.
Oh, then I'm in it. I don't know. That's what I keep telling you guys. I mean, my God, this was 7 years ago. But this is one of the most significant things that ever happened in your life. That's what I keep trying to explain to you. If I was there and I partook in this, I would remember these things. And you do remember these things. No, I don't. No, I do not. Now, you're the coldest guy I've ever talked to in my life. Are you a cold-blooded murderer? No, sir, I'm not. I think you are. I think Maurice is absolutely true about you. Well, then let's... You're the coldest guy I've ever talked to. Take. Pardon me? Then let's take whatever actions we need to take. If that's what you believe and that's where you think this case needs to go, then let's go there. We don't want to go there. But I'm doing everything I can and have exceeded my limits of helping you guys. Where do we go now? What did Maurice make you do? Would that create... Huh? What did he tell you to do? If that trial, what's going to happen? وقتی یک پرونده قتل حل نشده اتفاق میفته، کارگاه‌ها اطلاعاتی که دارن رو همشو عمومی نمی‌کنن. یه سری نکات رو نگه می‌دارن تا به وسیله این بتونن قاتل رو تشخیص بدن. در این پرونده هم هرچند اطلاعاتی که به دست اومد خیلی کم بود، ولی خب داشتن یه سری اطلاعات. مثلا به همه گفتن که یه اسلحه کالیبر 22 به دخترها شلیک شده، در صورتی که بعد در جریان دادگاه مشخص شد یه اسلحه دیگه هم وجود داشته. بعد از این که اینا این اعترافات اجباری رو از پسرها گرفتن و پرونده رو کشوندن به دادگاه، این اطلاعاتی که داشتن همش منتشر شد. یعنی الان من و شما این اطلاعات رو داریم و علنا کاراگاه هیچ برگ برنده‌ای پیش خودشون نگه نداشتن. حتی یه درصد پیش خودشون فکر نکردن که شاید دادگاه رو ببازن. با این حال بر اساس اعترافاتی که رابرت و اسکات کرده بودن، اونا رو تونستن به دادگاه بکشن. ظاهرا توی اعترافاتشون گفته بودن که موریس رفته داخل اونجا، داخل مغازه، و بعد در پشتی رو برای ما باز کرده، اومدیم داخل، میخواستیم دزدی کنیم، ولی پولی که داخل مغازه بوده خیلی کم بوده، در حد 10-15 دلار بوده، برای همین عصبانی شدیم و دخترها رو کشتیم. بعدش گفتن که فرست نیومده با ما داخل، از خشونت‌هایی که داخل اونجا اتفاق افتاده خبر نداشته، اون بیرون بوده و کشیک میداده. بعدم که دیده ما دیر اومدیم زده به جاده، ما توی جاده پیداش کردیم. بر اساس همین اعترافاتی که کرده بودن و اینکه هیچ مدرکی علیه فرست وجود نداشت، از زندان آزاد شد، هرچند که زندگیش دیگه مثل سابق نشد. یکی از اتفاقات عجیبی که در جریان دادگاه افتاد این بود که یکی از کاراگاهایی که با اسکات مصاحبه میکرد و سعی داشت ازش اعتراف بگیره، اسلحه رو برد و گذاشت پشت سر اسکات. بعد که ازش پرسیدن که چرا این کارو کردی، گفته بود این یه متده، من این کارو کردم که همانند سازی کنه و یادش بیاد که چه کارش کرده. و خب این خیلی عجیب بود، روی هیئت منصفه خیلی تأثیر گذاشته بود، ولی از اون طرف 4 دختر بیگناه مرده بودن. خب اعترافاتو کرده بود، گفته بود من کردم این کارو، هرچند بعدم پس گرفت، ولی خب قبول نکردم و هیئت منصفه اون رو به حبس ابد محکوم کردن. خب
در دادگاه رابرت اون ادعا کرد که اعترافاتی که ازش گرفتن اجباری بوده و کاراگاه‌ها این حرف‌ها رو تو ذهنش کاشتن، انقدر گفتن و گفتن که اون همانندسازی کرده و این حرف‌ها رو زده. با این حال اون متهم شد به قتل و تجاوز به امی 13 ساله. گفتن زمانی که هیئت منصفه داشته حکمش رو میخونده گریه میکردن، ولی با این حال بهش حکم اعدام دادن. طبق قوانین ایالت تگزاس شهادت همدستان نمیتونه باعث دستگیری تو بشه. ما میدونیم که موریس درسته که در زمانی که 16 سالش بوده اعتراف کرده که اون دختر رو کشته، ولی بعدش که دستگیرش کردن گفت نه من این کارو نکردم، اون زمان بچه بودم، یه حرفی زدم ولی من این کارو نکردم. از اون مهمتر رابرت و اسکات هم اون شهادت هایی که داده بودن رو پس گرفتن، یعنی عملا دست کاراگاه و پلیس هیچی نبود که بتونن اونو محکومش کنن و که هیچ مدرکی وجود نداشت، تفنگش اصلا به تفنگ صحنه جنایت نمیخورد. بعد از 3 سال بالاخره آزادش کردن و اومد یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد که در اون خودش به همراه همسرش و دختر 10 سالش بودن، ابراز خوشحالی کرد که آزاد شده، ولی گفت که زندگی هیچ وقت مثل سابق نمیشه. بیاین داستان موریس رو همینجا به اتمام برسونیم، چون دیگه متهم نمیشه، اونم به خاطر اتفاقی که براش میفته. ظاهران در سال 2010 زمانی که تابلوی توقف رو رد کرده پلیس دنبالش میفته. خانوادش میگفتن که دچار پلیس هراسی بوده، هراس داشته از پلیس و درگیر میشه با پلیس ها. چاقو رو از کمر یکی از پلیس ها بر میداره و زخمشون میکنه. یکی دیگه از پلیس ها با تفنگ بهش شلیک میکنه و موریس میمیره. در سال 2008 اسکات و رابرت اومدن فرجام خواهی کردن و گفتن که دادگاه غیر منصفانه ای داشتن، هیچ مدرکی علیهشون وجود نداره و خب ما میدونیم دی ان ای یکم فناوریش پیشرفته شده و دی ان ای گرفتن. امی که یه ذره کمتر سوخته بوده از دهانه واژنش تونستن دی ان ای بردارن که نشون میده بهش تجاوز شده بوده، ولی هیچ کدوم از این دی ان ای هایی که برداشتن نه به رابرت میخورده نه به اسکات میخورده. همین ها هم باعث شد که آزادشون کنن. از اون مهمتر یه سری کارشناس هم وجود داشتن که میگفتن در صحنه جنایت شلختگی زیاد وجود داشته، پلیسا نمونه گیری درستی انجام ندادن، یعنی میگفت از همون حتی نمونه گیری نکردن که مثلا اون کسایی که نار کشن اصلا دستاشون رفتن بشورن یا نه، اصلا آتش نشان که اومده بودن اون هم آتش نشان که 50 تا آتش نشان بوده. بعد میگفتن که سطل آشغالی که دم در اونجا بود اصلا بازرسی نکردن و همه اینا دست به دست هم میداد که قاتل رو پیدا نکنن. بعد میگفتن روی اون صندوقی که پول توش بوده، صندوق حسابرسی، چند تا سرانگوش روش بوده، 5 تا تار مو از روی بدن دخترها پیدا کردن، از روی بدن ایمی پیدا کردن و خب این تار موها رو، اثر انگشتا رو، دی ان ای ها رو همه رو بررسی کردن. به هیچ کدوم از کارمندا نمیخورده، کارمندای ماسفروشی نمیخورده، با کسایی که رابطه داشتن هیچ کدوم از اونا نمیخورده، حتی به همین 4 تا مزنون به هیچ کدومشون نمیخورده. پس کی قاتله؟ همه این چیزا دست به دست هم داد که همونطوری که بهتون گفتم رابرت و اسکات در سال 2009 از زندان آزاد شدن. اونا رفتن و گفتن که خب بیاین حداقل این اتهام مظنون بودن رو از رومون بردارین، ما حتی نمیتونیم کار پیدا کنیم. و خب قبول نکرد، دادگاه اینو قبول نکرد و گفتن که خب بیاین بهمون خسارت بدین، ما این همه سال 10 سال زندان بودیم. باز هم قبول نکرد و گفتن که این که ما شما را آزاد کردیم به این معنی نیست که شما گناهکار نیستید، به این معنیه که ما هیچ مدرکی نداریم. یه سری اطلاعات جدید به دست اومده که تقریبا از سال 2017 به بعد منتشر شده. خب اینقدر سال 1991 اتفاق داره، یعنی اصلا قبل از این که حتی ما به دنیا بیاییم، دی ان ای پیشرفت کرده و یه سری اطلاعات به دست اومده. اول این که ما میدونیم که کسی که به ایمی تجاوز کرده به جنیفر هم تجاوز کرده، یعنی اینجا یه نفر شد. یه دی ان ای تو واژن سارا پیدا کردن که توی بدن بقیه نبود، این میشه 2 نفر.
همچنین DNA دوست پسر جنیفر رو توی بدن سارا هم پیدا کردن. ما میدونیم که جنیفر قبل از اینکه بره سر کار با دوست پسرش سکس داشته، یعنی تقریبا 3-4 ساعت قبل از حمله. این نشون میده که کسی که به جنیفر تجاوز کرده بعدش به سارا هم تجاوز کرده، DNA هم انتقال داده و یه DNA هم روی شورتی که دستای الیسا رو باهاش بسته بودن پیدا شده. من اصلا نمیخوام موضوع رو پزشکی کنم چون من سوادش رو ندارم، ولی ظاهراً اطلاعاتی که از DNA به دست اومده میتونه مردان رو هدف بگیره، یعنی این رشته کروموزوم فقط مردان رو هدف میگیره و مردهایی که با هم ارتباط خونی دارن رو تشخیص میده، یعنی میشه شامل پدر، برادر، عمو، عموزاده ها. چه اتفاقی هم یه اتفاق افتاده بود که یه شخص معروفی هم گرفتن و فکرم قاتل طلایی رو منظورته. آره قاتل طلایی، اونم به همین روش گرفتن. و خب این اطلاعات رو تونستن از دی ان ای هایی که از بدن این دخترها پیدا شده بود بگیرن و این اطلاعات رو اومدن آپلود کردن توی یه مرکز تحقیقاتی و اتفاقا نتیجه هم داد، یعنی دی ان ای یه آقای بالا اومد. ولی این به این معنی نیست که اون آدم میتونه قاتل باشه، هر کدوم از اعضای خانوادش ممکنه میتونه قاتل باشه، ولی FBI اجازه نمیده که این اطلاعات بیاد بیرون چون که میگن حریم خصوصی رو به خطر میندازه. این اطلاعات به این شرط آپلود شده، بارگذاری شده که فقط برای تحقیقات باشه نه برای استفاده های اینجوری، ولی خب دارن تلاششون رو میکنن که این اطلاعات رو بگیرن و بتونن قاتل این 4 تا دختر رو بعد از بیشتر از 30 سال پیدا کنن. فروشگاه ماست الان تبدیل به آرایشگاه ناخن شده که زنهای زیادی روزانه اونجا میرن و همچنین بازدید کننده های زیادی داره که میرن به یاد دخترها شمع روشن میکنن. جایگاهی که این پرونده الان داره همون چیزیه که 30 سال پیش داشته، با اون محاکمه مسخره‌ای که راه انداختن. حتی من میگم اگر پسرها مظنون واقعی هم باشن همین اطلاعات رو لو دادن و الان عملا دستگیر کردن قاتلها خیلی سخت‌تره. ولی خب امیدواریم که این پرونده حل بشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردین. من همینجا قول میدم که پرونده بعدی حل شده است. قول میدم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. خدا نگهدار.